سلام به بینندگان تلویزیون ایرانیان در برلین. آخرین اخباری که هست از داریوش شکوف، در واقع اخبار جدیدی نیست. داریوش شکوف از 24 مای همچنان گم شده و هیچ خبر و هیچ اثری ازش نیست و هیچ گونه اطلاعی پلیس در حال حاضر نداره ازش و اطلاعاتی که موجود است همون چیزایی است که دوستان و آشنایان به پلیس دادن. یکی از خبرهایی که هست این است که خواهرش رفته در سفارت آلمان در کانادا و اونجا میخواسته شکایتی رو تسلیم بکنه که سفارت آلمان سر باز زده از پذیرفتن شکایت و گفته که داریوش شکوف آلمانی نبوده. داریوش شکوف یه پاس در واقع فرمدن پاس داره و دولت آلمان اینطوری در واقع سفارت آلمان حداقل در کانادا خودش رو مسئول نمیدونه به خاطر اینکه داریوش شکوف آلمانی نیست و من نمیدونم راجع به پناهنده‌ها بعد چجوری برخورد خواهند کرد اگه یکی گم بشه مثلا، که هیچ کس مسئولش نخواهد بود. به هر حال بر اساس این قضیه ما رفتیم، من شخصا خودم با وزارت امور داخلی آلمان تماس گرفتم، در واقع این مینیستریوم. اطلاعاتی که اونا دادن این بود که لندس کریمینال امت برلین و بوندس کریمینال امت توی کلن دارن راجع به این قضیه تحقیق میکنن، بعد تحقیقاتشون هم هنوز بسته نشده، یعنی تازه شروع شده به واقع. بعد با آس مینیستریوم تماس گرفتم و سخنگوی آس مینیستریوم گفت که از این جریان خبر دارم، بهشون اطلاع رسیده و اونا هم منتظر در واقع اون جریان تحقیقات پلیس هستن که ببینن پلیس تو چه جهتی تحقیقات میکنه یا تحقیقات به کجا رسیده. کل قضیه این است که من توی همه جهات به قول معروف تحقیق میکنن، ولی یکی از جنبه هایی که هنوز وارد عمل نشدن اون جنبه به قول معروف سیاسی قضیه است. به هر حال کسانی که داریوش شکوف رو میشناسن و کسانی که تو این شهر هستن میدونن داریوش شکوف حداقل ظرف 6 سال اخیر خیلی فعال بوده توی جریانات اجتماعی و سیاسی ایران. 6 سال پیش توی جریان اعتصاب غذایی که برای گنجی بود، اکبر گنجی، همبستگی با اکبر گنجی یک هفته، بعد جریان اعتراضاتی که به فستیوال فیلم برلین شد و این هم 5 سال اخیر شروع کرد و هر ساله به شکلی توی جریانات سیاسی اکتیو بود داریوش شکوف و هست. و از سال پیش هم که جریانات اتفاقات توی ایران بود، اعتصاب غذای جلوی سفارت روسیه بود، 4 روز اعتصاب غذا کرد و بعد اعتصاب با دیگر زندانیان سیاسی بود و خانواده های زندانیان سیاسی در برلین که در اون هم شرکت کرد و توی تمام تظاهرات و حرکات اعتراضی که اینجا بر علیه رژیم جمهوری اسلامی شد داریوش شکوف شرکت داشت، شرکت فعالانه داشت و همه هم میدونستن که هست. فیلم های آخری هم که درست کرد، 2 تا فیلم آخرش تماتیک در واقع تم سیاسی است، ایران زندان و قبر هیتلر و در واقع لحظه ای از مبارزه سیاسی و اجتماعی دست بر نداشت و امیدوارم خبری ازش برسه، امیدوارم سالم باشه، زنده باشه و اون ترسی که ما داریم یا اون نگرانی که ما داریم که از یه جنبه سیاسی داره از یه طرف اینطوری نباشه و اگر باشه وای بر حال همه ما. خواهشی که من از دوستان و هموطنان و بینندگان تلویزیون آی آر تی وی دارم این است که اگر اطلاعاتی دارن، هر اطلاعی که دارن، این اطلاعات رو که اطلاعات در واقع در رابطه با گم شدن و مفقود شدن داریوش شکوف است، یا به پلیس بدن، لندس کریمینال امت، و یا از طریق اینترنت به آی آر تی وی بدن یا از طریق فیسبوک به دوستان دیگرش این اطلاعات رو بدن و از دادن اطلاعات فری خودداری کنن، چون مسئله شخصی نیست. هر کسی مشکل شخصی با هر کسی داره، دلیلی بر این نیست که به قول معروف الان این اطلاعات رو بده به پلیس، بلکه در رابطه با مفقود شدنش است. اون علت ها رو بذارن به عهده پلیس که تحقیق بکنه و خودشون علت مطرح نکنن.
اون هزار علت میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش علل سیاسی است که اگر همچین چیزی باشه، بازم گفتم وای بر حال همه ما ایرانیایی که تو خارج از کشور هستیم، چون سیستم آدم ربایی و آدم کشی و ترور و غیره و غیره رو همه از جمهوری اسلامی در خارج از کشور میشناسیم و اینم میدونیم که سفارت جمهوری اسلامی مدت هاست که باندهای خودش رو توی سفارتخونه هاش و خصوصا سفارت آلمان که سفارتخونه نیست بلکه لانه جاسوسی مستقر کرده برای روز مبادا. شاید روز مبادا شروع شده و ما نمیدونیم خودمون.